اغراق، پشت سر گذاشتن دوران نوجوانی، رسیدن به سن قانونی، استقلال و اجازه تصمیم گیری در مورد مسائل شخصی یکی از هیجان انگیزترین دوره ها در طول زندگی هر فردی است. اما اینکه سن قانونی چه سنی هست و سن قانونی چه تفاوتی با سن بلوغ جسمی داره و اینکه دیدگاه جامعه، خانواده و حتی خود نوجوان نسبت به دوران سن قانونی چگونه هست، موضوعاتی است که در سه گزارش به اونها پرداخته ایم که در سه برنامه خیابان زندگی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. گزارش اول حجت توکلی در ارتباط با سن قانونی است که با هم می‌بینیم. مسئله بلوغ نوجوانان و اینکه از چه زمانی یک نوجوان به عنوان فردی مستقل اجازه تصمیم گیری در مورد مسائل شخصی و مشارکت در امور عمومی جامعه را پیدا می‌کنه، از جمله موضوعاتی هستند که به لحاظ حقوقی، قانونی، جامعه شناسی و روانشناسی اهمیت ویژه‌ای دارند. اما به دلیل تفاوت‌هایی که در میزان و نوع رشد دختران و پسران وجود داره و همینطور عوامل محیطی، نژادی و گاهی دیدگاه‌های سنتی و مذهبی، ارائه تعریف جامعی برای واژه بلوغ و زمانی خاص که در برگیرنده ابعاد مختلف جنسی، جسمی و عقلی افراد باشه، کار چندان ساده‌ای نیست. بدون شک جدای از گروه معدودی که به دلیل کاستی‌های جسمی و یا ذهنی صلاحیت استقلال فردی اونها باید مورد تایید پزشکان و یا روانشناسان قرار بگیره، بررسی و معاینه تک تک نوجوانان برای اطمینان از بلوغ اونها کاری غیر ممکن به نظر میاد. به همین دلیل و با توجه به اکثر عوامل مؤثر در رشد نوجوانان، سازمان ملل متحد سن 18 سال رو به عنوان سن رسمی بلوغ فکری و استقلال فردی و حقوقی نوجوانان اعلام کرد، که البته در بیشتر کشورها تنها برای جلوگیری از مجازات‌های خشونت‌آمیز علیه کودکان و نوجوانان مد نظر قرار گرفته شده و در بسیاری از امور دیگه مانند بلوغ جنسی، حق ازدواج، حق رأی، اجازه رانندگی و یا خرید و نوشیدن مشروبات الکلی در هر کشور سنین و قوانین متفاوتی در نظر گرفته شده. در سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران به دلیل مغایرت داشتن قوانین مدنی با دستورات شرعی و مذهبی و همینطور در نظر گرفتن مصالح سیاسی مثل جنگ و یا انتخابات، مشخص کردن سن خاصی که بازگوی بلوغ جنسی، فکری و قانونی نوجوانان باشه رو با مشکل روبرو کرده. مشکلی که از یک سو باعث ایجاد حس عدم استقلال در نوجوانان شده و از سوی دیگه کلاف سردرگمی رو در امور قضایی، قوانین ازدواج و روابط جنسی نوجوانان به وجود آورده. حجت توکلی، گزارش صدای آمریکا.